کامبیز غفوری روزنامه‌نگار از فنلاند با ما همراست. جناب غفوری، این تجمع مردم در مقابل زندان اصفهان که واکنشی بود در خصوص افزایش اعدام‌ها از طرف حکومت جمهوری اسلامی رو شاهد بودیم، چقدر احتمال میدید این تجمعات فراتر از اصفهان و در بستر کل ایران در واکنش به این اقدامات جمهوری اسلامی مجددا به بهانه همین اعدام‌ها افزایش پیدا کنه؟ باید چنین بشه. ببینید، به درستی مردم ایران نسبت به اعدام‌های زندانیان سیاسی واکنش نشون میدن. این واکنش در بسیاری از موارد جمهوری اسلامی رو وادار میکنه که به عقب بنشینه. چون این واکنشی باید برای تک تک اعدام‌ها باشه، حتی اعدام زندانیانی که جرائم اونها غیر سیاسی است، به خاطر اینکه ما بارها این رو تاکید کردیم اعدام در دست جمهوری اسلامی یک ابزار سیاسیه. یعنی حتی اونهایی که با اتهام‌های غیر سیاسی اعدام میشن، مثل اعدام‌های مربوط به مواد مخدر که اخیراً بسیار بسیار تشدید شده، اینها با هدف سیاسی، یعنی با هدف ارعاب، هراس افکنی در میان جامعه میاد و اجرا میشه و باید ذهن و افکار عمومی کلاً به این اعدام‌ها هم حساس باشه. با توجه به روند بسیار بسیار رو به گسترش اعدام‌ها، مخصوصا اعدام‌های غیر سیاسی، من فکر می‌کنم که جامعه ایران هم به درستی دریافته چنین مسئله‌ای رو، داره اعتراض می‌کنه. اون اعتراضی که شاید پیشتر نسبت به یک سری از اعدام یک سری از افراد که اتهامشون مثلا قصد بود یا مواد مخدر بود، این رو نمی‌دیدیم. این حساسیت خوشبختانه رو به فزونی است. جمهوری اسلامی هم داره سعی می‌کنه که از اون طرف تلاش بیشتری بکنه. بیش از 200 نفر از ابتدای سال میلادی تا کنون اعدام شدن. ما آمار رو ثبت کردیم که 90 نفر صرفاً در 18 روز اول ماه جاری میلادی، یعنی ماه می، اعدام شدن، که این در واقع در 5 سال گذشته در میزان آمار ماهانه جمهوری اسلامی سابقه نداشته. جناب غفوری، در داخل ایران اشاره کردید که تجمعات میتونه یک اهرام فشار باشه، در خارج از ایران چطور؟ چه اهرام‌های فشاری در خارج از ایران میتونه مؤثر واقع بشه برای جلوگیری از این اعدام‌ها توسط ایرانیان خارج از کشور؟ ببینید، زمانی که جامعه جهانی حالا به هر دلیل توجه نمیکنه و فشار نمیاره به جمهوری اسلامی برای توقف این اعدام ها، حالا اگه وقت شد برمیگردم راهکارهاش رو هم میتونیم بررسی بکنیم، در چنین شرایطی حضور ایرانیان خارج از کشور، چه به طور مستقیم در خیابان ها، برگزاری آکسیون ها، تظاهرات، این باعث میشه افکار عمومی مردم در کشورهای غربی آگاه بشن و فشار بیارن روی سیاست مداراشون برای اقدام عاجل. ما چند راه داریم برای فشار روی جمهوری اسلامی. یکیش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحده که انواع فعالان حقوق بشر دارن سعی میکنن از اون راه فشار بیارن به جمهوری اسلامی، اما این کافی نیست. اون کشورهایی مثل کشورهای اروپایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارن، میتونن با تهدید به حتی فراخواندن سفراشون از ایران، کاهش روابط دیپلماتیک، تحریم‌های فزونتر حقوق بشری بر روی ناقضان حقوق بشر، قاضیانی که احکام اعدام رو صادر میکنن، بازجویانی که اونها رو بازجویی میکنن، اونها میتونن که این فشار رو روی جمهوری اسلامی بیارن. تحریم‌ها و فشارهایی که شما مطرح کردین آیا تا به حال موفق عمل کرده؟ ما میدونیم مجدداً و مکررن بارها بیانیه داده شده، محکوم شده، اما عملاً به صورت عمل اونها چون که مشخصه که تأثیری نداشته، فکر میکنید با این رویه میتونه در آینده موثر باشه؟ خب اجازه بدید من یک مثال بزنم که این پیشفرض رو نقض میکنه. لطفا. در سال 2017 فشار همین جامعه جهانی، همین هشدارها باعث شد که جمهوری اسلامی مجبور شه قانونش رو عوض بکنه و میزان اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به شدت از سال 2017 کاهش پیدا کرد. با فشار UNODC، دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، ایران رو تهدید کردن که فاندهای مربوط به مبارزه با مواد مخدر رو قطع میکنن. دوباره این تمرکز جامعه جهانی از بین رفت و جمهوری اسلامی بازگردوند فشارهاشو. بنابراین بله، فشارها میتونه موثر باشه، مانند آنچه که در سال 2017 اتفاق افتاد. ممنونم از شما کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار که از فنلاند با ما همراه بودیم.